با سلام و درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیز، در ادامه صحبت هایی که داشتم در مورد آقای دکتر عبدالحسین خسرو پناه، رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، یه مقداری بیشتر میخوام شما رو با جوهر مواضع و نظریات ایشون راجع به تصوف و عرفان اسلامی آشنا بکنم و چه بسا خود ایشون رو آشنا بکنم نسبت به نقاط عدیده ایرادها و اشکالهایی که در نظریات و مواضع ایشون وجود داره. به طور کلی یه مقوله‌ای هست به نام مقوله انحطاط، انحطاط در فرهنگ ایران. این انحطاط در فرهنگ ایران رو و راه برون رفت از اون رو من در کتاب عرفان ایران خرد ستیز است یا انسان ساز بیش از 21 سال پیش بیان کردم و بعد همون رو بار دیگر در کتاب هنوز هم خورشید از شرق می درخشد توضیح دادم. یادآوری کرده بودم که به طور کلی ایران در 1100 سال پیش بر مبنای مدارک و اسناد موجود و در دست صاحب متفکران و دانشمندانی بود که قبول اسلام کرده بودند، اما مدارک و اسناد و کتب نفیس و آثار گرانبهای ایران ما قبل دوران اسلامی رو به زبان عربی یکایک ترجمه کرده بودند تا مانع اندراس و از میون رفتن اونها بشن، و به این دلیل اینها پل رابط و حامل فرهنگ ایران پیش از اسلام به ایران بعد از اسلام شد. و در اسناد مکتوب موجودی که توسط اینها به جا مونده، مانند آثاری که از الخارزمی به جا مونده، مانند آثاری که از ابو ریحان بیرونی معروف به البیرونی به جا مونده، از آثاری که از شیخ الرئیس ابو علی سینا معروف به اورئوس در زبانهای غربی و آثاری که از فارابی بدون به جا مونده معروف به الفارابی در زبانهای غربی، ما مشاهده میکنیم که اینها از یک سو راجع به حکمت خالده صحبت میکنن و از سوی دیگه راجع به هیئت و نجوم و هندسه فضایی و جبر و مثلثات صحبت میکنن و از این مقولاتی که علم رو پاسداری میکنه، حامل و عامل انتقال علم و معرفت بر مبنای خردگرایی و تجربه و آزمایش هستن. ابو ریحان در کتاب خودش میگه و من ستودم محمد سگزی سیستانی رو که منجمیه به سبب استرلاب کروی که درست کرده و ساعت رو بر مبنای گردش کره زمین به دور خودش در فضا تعیین کرده و ریاضیدانان و منجمان دیگه. اما بعد مشاهده میکنیم که این جامعه با چنین فرهنگی به ورطه انحطاط ساقط میشه. انحطاط ایران به لحاظ فرهنگی امر تردیدناپذیریه. باید دلایلش رو شناخت. من در کتاب عرفان ایران خرد ستیز است یا انسان ساز
توضیح دادم 20 و اند سال پیش که عرفان ایران خردستیز نیست. آقای خسروپناه تمام اون مقدماتی رو که من 25 سال پیش توضیح داده بودم رو گرفته، اما میگه تصوف و عرفان خردستیزه، یعنی به خرد طولی توجه داره نه به خرد عرضی، یعنی در پی کشف و شهود و الهام و عقل وحیانیه، به عقل در رابطه با استنتاجاتی که برای زندگی کردن ضرورت داره توجه نمیکنه. و بعد ایشون جلوتر میره و میگه اون چیزی که جامعه اسلامی رو، یعنی جامعه رو در کشورهای اسلامی در ممالک اسلامی قفل کرده، ناشی از دو آسیبه که یکی سلفیگریه که نظر به ظاهر شریعت داره و یکی صوفیگریه که نظر به باطن شریعت داره و هر دوشون با عقل و خرد ستیزه دارن. این حرفیه که این آقا میزه. اینها 100% نادرسته، یعنی کاریکاتوریزه کردن واقعیت. واقعیت رو با تمام پیچیدگی هایی که داره ساده انگارانه خلاصه کردن به یک همچنین جملات کلیشه‌ای، به خصوص در چالش های اجتماعی میتونه خطرات بسیار زیادی تولید کنه. یعنی مثلا ما میبینیم یه دفعه یک گروه هایی شامل بسیجی ها یا عمامه به سرها میریزن توی خیابون ها توی شهرهای مختلف برای اینکه دراویش رو، چون پیرو مشرب تصوف هستند، مورد آزار و اذیت و سرکوب قرار بدن. یا میبینیم که مانند قارچ پایگاه های انترنتی و سایت های مختلف این طرف و اون طرف درست میشن که توسط همین عمامه به سرها که دارن از بیت المال بودجه میگیرن اداره میشن و دغدغه‌شون جستجوی یک راه برای نابود کردن و برچیدن پایه های تصوف از ایران و ریشه‌کن کردن اونه. چرا؟ به خاطر اینکه تئوریسین های امثال آقای خسروپناه ها احتمالاً چراغ سبز دادن برای این منظور، یعنی گفتن که تا وقتی تصوف تو جامعه باشه این جامعه نمیتونه تحول مثبت داشته باشه، چون تصوف مخالف خردگرایی. این 100% غلطه. چرا و من چجوری این مسئله رو باز میشکافم و خطای آقای خسروپناه رو بهش یادآوری میکنم؟ احتمالاً آقای خسروپناه ممکنه که بیتوجهی بیدقتی کرده باشه که این موضع رو اتخاذ کرده. من این رو یادآوری میکنم تا ایشون تجدید نظر کنه در موضع بود. آقای خسروپناه مطلب رو به اینجا میرسونه که آقای غزالی، ابو حامد، امام محمد غزالی صاحب کتاب احیاء دین و کتاب کیمیای سعادت و رساله ایها الولد و غیره، ایشون خرد صوفیانه رو سبب رستگاری می شمارد و غیر از اون رو رد میکنه، یعنی فلسفه رو رد میکنه، علم رو رد میکنه و قرائت صوفیانه از تفسیر دین ارائه میده که در اون خرد عرضی هوریزونتال جایی نداره و همین عامل انحطاط جامعه میشه. این نظریه که آقای خسروپناه در یک مناظره رو در رو با آقای زیبا کلام مطرح کرده.
مطرح. غزالی آخرین کتابی که نوشته کتاب المنقذ من الولاله که سال 500 قمری نوشته. غزالی وفاتش 505 قمری است. یعنی 5 سال قبل. یعنی این کتابش بعد از احیا و آثار دیگه. ایشون در اونجا صریحا میگه انتظار ما از دین و اصلا وظیفه نبوت این است که پزشکی رو به ما یاد بده، نجوم رو به ما یاد بده. غزالی از شخصیت هایی است که به همین دلیل معتقده که دین با قرائت تصوف ارزشمنده، نه دینی که با قرائت فلسفه و عقلانیته. توجه دارید؟ و از قضا یکی از عوامل انحطاط علمی و عقلانیت همین تفکر غزالی بود که آغازگرش بود. حالا اینو به خاطر کدوم حرفش؟ به خاطر همین که در واقع ایشون در واقع قرائت تصوف از دین رو مطرح کرد و در مقابلش، یعنی در واقع ببینید غزالی دغدغش این نیست که بیاد مثلا فلسفه ابن سینا نقد کنه، بگه مثلا فلسفه 20 مسئله داره، 17 تاش بدعت، نمیدونم 3 تاش کفر. اصلا این نیست. دغدغه اونی که میخواد یه قرائت از دین بگه که اون قرائت صوفیانه است. او دنبال عقلانیت صوفیانه است، نه عقلانیت مستقلی که بتواند با مبادی و بدیهیات مسائل رو حل کنه. در جوامع اسلامی اومدن گفتن قرآن سنت، اونم با قرائت صوفیانه، عقلانیت رو کنار گذاشتن. یعنی بال عقلانیت شما ببینید تهافت الفلاسفه رو که فقط غزالی ننوشت، 7 نفر بعد از غزالی تهافت الفلاسفه نوشتن. فلسفه و عقلانیت روز به روز آسیب بیشتری پیدا کرد و تصوف رواج پیدا کرد و شاخه برگای تصوف رشد پیدا کرد. باز من نمیخوام میگم تصوف مطلقا منفی است، من میگم تصوف به عقلانیت طولی توجه داشت، عقلانیت ارضی رو کنار گذاشت. الان هم در جامعه اسلامی ما، نه ایران، در خیلی کشورها، ایران داره آسیبش کاهش پیدا میکنه از این جهت، بیشتر عقلانیت طولی نه عقلانیت ارضی. های زیبا کلام، من عرضم اینه جامعه خوشبخت است که عقلانیت طولی و عرضی رو با هم جمع کنه. اما این نظریه‌ای که آقای خسرو پناه گفت و ما شنیدیم آیا درسته یا نه؟ بنده عرض میکنم که این 100% غلطه. چرا؟ به این دلیل که تاریخ برخلافش گواهی میکنه. آقای خسرو پناه اینجا یا توجه نداره، یعنی عجولانه از مطلب رد شده، برداشت غلط کرده، یا آمدانه داره این کارو میکنه. این بسیار بسیار خطرناکه. باید توجه بکنیم که آقای ابو حامد امام محمد غزالی صاحب کتاب احیاء علوم دین آیا مدافع خرد صوفیانه بوده یا نبوده؟ تمام نکته اینه. بنده عرض میکنم که زندگی امام محمد غزالی به دو بخش تقسیم میشه. یه بخش زمانی که ایشون با علم، ریاضیات، با تفکر فلسفی، با فلاسفه مانند ابو علی سینا ها و فارابی ها و دیگران علم مخالفت بلند کنه. این یه بخش زندگیش. آقای غزالی کتاب تهافت الفلاسفه، آقای غزالی 2 کتاب یا بیشتر، ولی حداقل 2 کتابش رو من اسم میبرم یادآوری میکنم، در مورد فلاسفه، در مورد تفکر فلسفی نوشته. 1 کتابش راجع به اینه که فلاسفه چجوری میاندیشن، فلسفه چیه، یعنی مقدمات استدلال و استنتاج فلسفی بر اساس فلسفه بر اساس قوانین منطقی چیه، مبادی شناخت کدومه، روش شناخت چیه، این رو توضیح میده. بعد میرسه به کتاب 2 خطای فلاسفه و در اونجا شروع میکنه به نقد نظریات فلاسفه، یعنی بدون اینکه نام ببره از ابن سینا و اینا، و اونها رو رد میکنه. و بعد فلسفه و علم، هر علمی رو که یقین بیاره، مانند جبر،
مانند ریاضیات، اینها رو مخالف اعتقاد و باور میشموره، میگه به باور و اعتقاد لطمه میزنه. این کتب رو امثال تهافت الفلاسفه و احیاء علوم دین و غیره رو کی و برای کی نوشته آقای غزالی؟ آقای غزالی که در 505 هجری قمری از دنیا میره، در دورانی که اون کتب رو نوشته، یک شخص نابغه بوده که قرآن رو از حفظ داشته، احادیث بسیار زیادی رو از حفظ داشته، روایات رو از حفظ، و به همین دلیل توسط همشهری خودش در عنفوان جوانی، توسط همشهری خودش خواجه نظام الملک طوسی وزیر ملک شاه سلجوقی دعوت میشه که به عنوان یک تئوریسین بیاد برای حکومتگری اسلام رو ایدئولوژیزه بکنه. توجه کنید، خواجه نظام الملک کیه؟ همونی که کتاب سیاست نامه رو نوشته، اصول سیاستگری رو توضیح داده که جامعه رو چجوری باید اداره کرد، نیاز به ایدئولوژی حکومتی داره. ایدئولوژی به دین کار نداره. اون دین چی کار داره که شما ریاضی بخونی یا نخونی؟ دین چی کار داره که شما فلسفه بخونی یا نخونی؟ دین چی کار داره که شما جبر یاد بگیری یا نگیری؟ اما دولت کار داره با این چیزا، و دولتی که میخواد دین رو ایدئولوژیزه بکنه، تبدیل به ایدئولوژی حکومتی بکنه، میخواد یه تعدادی گوسفند به صورت گلوار زیر دستش باشن، نه یه عده منبر الفکر که بیاندیشن و خرد ورزی کنن. به این دلیل نیاز به یک تئوری داره که در اون به نام دین یک ایدئولوژی توتالیتر تئوریزه بشه و از طریق اون راه بر تفکر و اندیشه مسدود بشه. آقای غزالی اینه مأموریتش، این کار میکنه. و نتیجهش چی میشه؟ اینه که یه سنگ تکفیر و ارتداد بزرگی در سر راه تفکر فلسفی و خردورزی در ایران میندازه که این میمونه دیگه، و دیگران سنگهای دیگری میان روش میچینن و بنای جور و ظلم رو بالا میبرن. این کاری که آقای غزالی کرد. شما از اول تا آخر تهافت الفلاسفه رو بخونید یا سایر کتبی که راجع به دین یا نقد فلسفه نوشته، ببینید یه کلمه راجع به تصوف تو صحبت کرده که این آقای خسرو بنا میکنه. اما زمانی میرسه که آقای غزالی متوجه میشه که عامل سرکوب مردم شده تئوری که درست کرده، اون وقت متنبه میشه و لباس حکومتگری و خدمت به ظلمه رو از تن به در میاره، میره مرید برادرش احمد غزالی، شیخ احمد غزالی میشه و توسط او به چله نشونده میشه و تصفیه باطنی پیدا میکنه. بعد کتاب المنقذ من الضلال رو مینویسه، بعد کتاب ایها الولد رو می‌نویسه و دستورات سلوکی توش میده. این نکته، آقای غزالی فلسفه رو نقد نمی‌کنه که به جاش عقل صوفیانه رو بذاره، نه اصلا اینجوری نیست، این غلط فاحشه. آقای غزالی دین رو ایدئولوژیزه می‌کنه به نفع حکومت، که چی به جای عقل بذاره؟ روایتگری، اخباریگری، بگه اون چیزهایی که برای سلامت نفس و رستگاری آدم لازمه اینه که در جامعه اطاعت داشته باشه نسبت به حکومت و اینجوری زندگی بکنه.
احیا علوم دین از اول تا آخر، این که آدم باید چه جوری زندگی بکنه، اینطوری رستگار میشه در دنیا و آخره، تموم شد رفت به کارش. برده و بره میخواد درست بکنه، اما در کتاب المنقذ من الضلال توضیح میده که چه کارهایی کرده بود، چه حرفهایی زده بود. وقتی در نظامیهی که خواجه نظام الملک درست کرد و اسمشو گذاشت نظامیه با بودجه ملکشاه سلجوقی، که اونجا کادر تربیت کنه، مبلغ تربیت کنه، مداح تربیت کنه، بران که بفرسته به چارگوشه مملکت، مثل امروز که الان مثلا تو قم پژوهشگاه باقرالعلوم درست کردن بران که مبلغ و مداح تربیت کنه بفرسته این مملکت، بر علیه تصوف مردم رو شستشوی مغزی بدن، به ویژه جوانان رو. نظامیه به همین دلیل درست شده بود و اسمشو گذاشتن نظامیه، جایی بود که دین به صورت ایدئولوژی حکومتی تئوریزه میشد و آقای خواجه نظام الملک مدیر مسئول کل نظامیه و بعد نظامیه آقای امام محمد غزالی قرار داده بود که اونجا تدریس کنه، کادر درست کنه. بعد ایشون در کتاب المنقذ من الضلال میگه مردم میومدن از من به حساب خودشون چیز یاد میگرفتن تا ایمانشون تقویت بشه و من به کاری که میکردم ایمانم رو از دست داده بودن، چون به خاطر خدا نبود. بعد رها میکنه همه این چیزا رو، عطاشو به لواش میبخشه و لباس به قول معروف اهل علم و عبا و عمامه رو در میاره، صوفیان رو میپوشه، میفته دنبال برادرش میره. بعدن که تصفیه باطن پیدا میکنه، اون وقت رساله در سلوک مینویسه، ایها الولد مینویسه. پس آقای خسرو تصحیح کنی خودتون، کتاب المنقذ آخرین کتاب غزالی نیست، بلکه فصل جدا کننده دو بخش از زندگی غزالیه. یه بخشی که در خدمت حکومت بوده و دین رو ایدئولوژیزه میکرده به نفع حکومت، و یه بخش که از اون کار توبه میکنه و رو به درگاه پروردگار یکتا میاره برای عبادت و تصفیه باطن و به راه تصوف رفتن. اما اون ضربه ای رو که زده بوده دیگه نمیتونه جبران بکنه، اون میشه سنت جاری، نظام الملک و ملک شاه و غیره پشتش میفتن، برای اینکه ضرورت داشته براشون، چون میخواستن جلوی اسماعیلیه و باطنیه مردم رو جمع کنن و اونها رو مرتد و کافر و غیره و غیره بشمرن و اون مطالبی که در تاریخ نقل شده. پس غزالی نمیاد عقل صوفیانه رو بذاره، اون وقت شما نتیجه گیری کنین که عقل صوفیانه سبب انحطاط جامعه شده. نه، خرافه گستری سبب انحطاط در ایران شده، خرافه گستری. و خرافه گستری ناشی از متوقف کردن تفکر فلسفی و تعقل و خردورزی و گرایش به قرآن مجید، ناشی از اینه که شما روایات رو بر تعقل مرجح بدونی، روایات رو جائز بکنی و راه رو بر تعقل و تفکر مسدود بکنی. غزالی خودش رو خواست از اون ورطه بکشه بیرون که پا در راه تصوف گذاشت. پس اون کسانی که میان با عبا و عمامه تو خیابونا را میفتن و میگن صوفیه رو شکستیم، اینها فریب خوردن، مانعشون بشیم. اگر حقیقتاً در پی برپا کردن تمدن کسی میگرده، راهش تحریف تاریخ نیست یا برداشت نادرست از تاریخ، بعد اصلاح. تا ادامه این گفتار، شما یاران عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
در ادامه سلسله تظاهرات زنجیره‌ای در پایتخت‌ها و شهرهای اروپا، شماری از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی از کشورهای آلمان، بلژیک و هلند بعد از ظهر جمعه در برابر دادگاه بین المللی کیفری در شهر لاهه گرد هم آمدند. در این حرکت همبستگی که از سوی انجمن جهانی پاس داشته حقوق بشر برپا شد، شرکت کنندگان خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی شدند. در حالی که این تظاهرات ادامه داشت، افشین ساجدی سخنگوی آن در گفتگو با همکار ما شهرام میریان از فشارهای تازه علیه دراویش گنابادی در ایران میگوید. متاسفانه در طول هفته های اخیر فشار بر دراویش نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده. فشار بر دراویش بر پایه نمایشگاه های نفرت پراکنی بوده، به این شکل که تابلوهایی رو با امضا و مهر سپاه پاسداران در بیش در خیابان های شهرستان آبدانان در استان ایلام برپا کردن و با گروه هایی که روی اون تابلوها نوشته بودن به مردم این گونه الغا کردن که تصوف دشمن مراجع و دشمن دین هست و به نوعی میخواستن بین تصوف و شریعت اختلاف ایجاد بکنم. آقای افشین ساجدی، الان وضع جسمانی درویشان بیمار در زندان اوین چگونه است؟ آقایان مرادی و صحبستانی طی هفته‌های اخیر به علت شدت وخامت حالشون به بیمارستان منتقل شدن با هفته‌ها تأخیر البته، و جای اصلی تعجبه که با اینکه اینها اتهامشون سیاسی هستش اما در بند زندان عادی نگهداری میشن. آقای دانشجو هم که 3 هفته پیش بیمارستان منتقل شدن خاطر مشکل ریوی متاسفانه کبدشون هم جدی دارای مشکل شده و ما شدیداً نگران سلامتی برادران زندانیمون هستیم. مورد دیگه، یکی از برادران ما در شهرستان هندیجان استان خوزستان 2 هفته پیش توسط اداره اطلاعات احضار میشه. چون احضار غیرقانونی بوده ایشون استنکاف میکنه، اما به علت فشار از محل کار ایشون ناچار میشه که مراجعه بکنه. در طی بازجویی چند ساعته که ازشون به عمل میاد، از ایشون خواسته میشه که اسامی دراویشی رو که در مجازات شرکت میکنن به اداره اطلاعات اعلام بکنه. ایشون بیسادگی میکنه. خوشبختانه دراویش با همدلی و به همبستگی جلوی اداره اطلاعات تجمع میکنن و اداره اطلاعات ناچار میشه ایشون رو بعد از چند ساعت رها بکنه. ما امروز در جلوی دادگاه کیفری بین المللی جمع شدیم و خواستهای خودمون رو در طی یک شکوایه‌ای تسلیم دادگاه بین المللی کردیم. خانم، شما هم از آلمان در این حرکت همبستگی که از در برابر دادگاه بین المللی کیفری در شهر لاهه برپا شده حضور دارین، خواسته شما چه هست؟ ما فقرای سلسله نعمت اللهی شیعه اثنی‌عشری هستیم و در عمل موافق صلح و آرامش و مدارا هستیم. به هیچ وجه ستیز جور نیستیم و سیاسی هم نیستیم. فقط تنها خواسته ما اینه که به حرف دل برادران زندانی ما که بیگناه و به دفاع از دیگر برادرانمون در زندان ها افتادن رسیدگی بشن و به امید خدا هر چه زودتر اونها رو آزاد کنن. شهرام میریان گزارش میداد. همگی شما سروران، با برنامه مجله هفتگی چشم‌انداز در خدمتتون هستم. جنگ در رأس هرم سیاسی قدرت عنوان برنامه‌ای است که برای این هفته در نظر گرفته ایم. نشریه پرتو سخن وابسته به هواداران جبهه پایداری نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی در مقاله‌ای با عنوان آقای هاشمی رفسنجانی کم کسی نیست اما، به قلم مرتضی میبودی به اظهارات اخیر سید حسن خمینی نوه آیت الله خمینی واکنش نشان داد. این نشریه به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی پژوهشی روح الله خمینی به سردبیری قاسم روانبخش از شاگردان مصباح یزدی در قم منتشر و به صورت هفتگی در سراسر کشور توزیع می شود. در تازه ترین شماره این هفته نامه در مقاله‌ای با عنوان آقای هاشمی رفسنجانی کم کسی نیست اما، به تعریض به اظهارات اخیر حجت الاسلام حاج آقا سید حسن خمینی پرداخته است. سید حسن خمینی اخیراً در جمع فعالان سیاسی استان کرمان با اشاره به دشواری‌های پیش روی انقلابیون پیش از استقرار حکومت جمهوری اسلامی در سال 57 گفته است
البته همراهان بعد از فتح آدم‌های بدی نیستند، مخصوصا اینکه برخی از آنها جوان هستند و آن زمان نبودند، اما برخی از کسانی که تازه از راه رسیدند با بمباران تبلیغاتی برخی چهره‌های قدیمی را منکوب می‌کنند. نگارنده در این مقاله با حمله به مواضع آقای سید حسن خمینی مطالبی را اشاره کرده که با هم آن را دنبال می‌کنیم. مرتضی میبودی نویسنده این مقاله با حمله به مواضع اخیر سید حسن خمینی در جمع فعالان سیاسی استان کرمان نوشته است: از سیاق کلام و تعبیر ایشان منظور سید حسن خمینی است که میگوید آیت الله هاشمی رفسنجانی کم کسی نیست. میتوان چنین برداشت کرد که دست کم یکی از مصادیق مورد نظر وی آقای هاشمی رفسنجانی است. وی در ادامه این مقاله آورده است: در این باره به نظر می رسد چنانچه حجت الاسلام سید حسن خمینی فارغ از الغاهای شخصی و عاطفی رویکرد آقای هاشمی رفسنجانی به ویژه در فتنه حساس 88 را با نگاهی منصفانه مورد بررسی قرار دهد به نتیجه دیگر دست یابد. نیروهای محافظه‌کار که عموم آنها را اعضای جبهه پایداری نزدیک به محمد تقی مصباح یزدی تشکیل می‌دهند و بخشی از بدنه جناح اصولگرا یا همان راست افراطی از رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با عنوان فتنه یاد می‌کنند. در واکنش دیگر به اظهارات اخیر سید حسن خمینی، سایت جهان نیوز نزدیک به علیرضا زاکانی از چهره‌های امنیتی اطلاعاتی که کرسی نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داراست، در مقاله‌ای با عنوان نقدی بر آخرین اظهارات حجت الاسلام سید حسن خمینی به شکلی دیگر به اظهارات وی در جمع فعالان سیاسی استان کرمان واکنش نشان داده است. سعید سعادتی در مقاله‌ای با عنوان مؤمنان پیش از فتح از عمار تا طلحه و زبیر آورده است: نگاهی گذرا به تاریخ اسلام و بررسی جایگاه افرادی نظیر عمار یاسر، طلحه و زبیر به خوبی نشان می‌دهد که ایمان آوردن پیش از فتح دلیل موجهی برای عاقبت به خیری و استقامت در مسیر دینداری نبوده و نخواهد بود. در بخش از این مقاله نگارنده با طرح یک پرسش مواضع سید حسن خمینی را مورد نقد قرار داده و آورده است: اما جناب حجت الاسلام سید حسن خمینی تا به حال اندکی به نقش آقایان صانعی و هاشمی در روزهای فتنه 88 تفکر نموده اید؟ با ما بمانید با ادامه این بخش خبری. در ادامه حملات مشخص به مواضع حجت الاسلام سید حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی انتشار مقالاتی جهتدار در نشریه رمز عبور که تاکنون 7 شماره از آن به چاپ رسیده این روزها خبرساز شد. محمد خامنه‌ای، برادر بزرگتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با نشریه رمز عبور که روز 19 آذر در خبرگزاری‌های تسنیم و فارس بازنشر شد، آقای هاشمی رفسنجانی را نامزد آمریکایی‌ها برای نفوذ در ایران توصیف کرده و گفته بود که او و آیت الله حسین علی منتظری بر سر معامله با آمریکا رقابت داشتند. وی در این مصاحبه همچنین گفته بود که آقای هاشمی رفسنجانی با رابرت مکفارلین دیدار و بعداً به دروغ این دیدار را تکذیب کرده است. دفتر آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در پاسخی شدید اللحن به محمد خامنه‌ای با صدور جوابیه‌ای تهدید کرد که از اقدامات ناسپاسانه که محمد خامنه‌ای در پیش از انقلاب شواهد زیادی در دست است که این دفتر به خاطر حفظ آبرو و حرمت بیت خامنه‌ای از بیان آنها خودداری می‌کند. این دفتر در انتهای پاسخ خود به سخنان برادر بزرگ علی خامنه‌ای در این حال تصریح کرده چرا کسانی که در جریان تصمیمات انقلاب و دفاع مقدس هستند در این گونه موارد سکوت کرده و برای دفاع از نظام اسلامی سخنان سخیف و داستان سرایی های تخیلی گروهی بغض‌آلود را پاسخ نداده و تماشاچی
شدند. محمد خامنه‌ای در مصاحبه خود همچنین گفته بود که اطرافیان آقای هاشمی رفسنجانی او را به ریاست جمهوری سوق دادند تا یک پله به رهبر شدن نزدیک شود و این یک توطئه آمریکایی بوده است. دفتر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سخنان برادر رهبر جمهوری اسلامی همچنین نوشت که نام محمد خامنه‌ای در تاریخ انقلاب اسلامی ایران یک بار، آن هم به گفته این دفتر، به خاطر حمله به دلسوزان انقلاب برده شده است. محمد خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه 14 اردیبهشت ماه نیز آقای هاشمی رفسنجانی را عامل اجرایی برنامه‌های آمریکایی خوانده و این مدت هاست که ریاست بنیاد حکمت صدر را در ایران بر عهده دارد. در ادامه برنامه بخشی از جوابیه دفتر آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی را برای شما روخوانی می‌کنم. کاش دایره توهین‌های آقای محمد خامنه‌ای و افرادی امثال ایشان که معلوم است به خاطر سرباز کردن یک دمل چرکین 28 ساله با هر دلیل و انگیزه‌ای محدود با آیت الله هاشمی رفسنجانی بود و مانند بعضی از گروه‌های دیگر با توهین و تهمت به هاشمی عزیز در تعبیر آیت الله خمینی روح بغض‌آلود خود را تسکین می‌داد. اما گویا کینه های او نسبت به شخص آیت الله هاشمی آنقدر عمیق است که ابایی ندارد برای تخریب ایشان دانسته یا ندانسته اندیشه های آیت الله خمینی را به آتش بکشد و بر تفکرات مدبرانه ایشان خاکستر فریب بپاشد و بگوید که انقلاب از اساس طرح امریکایی ها بود. در این جوابیه با اشاره به اتهاماتی که محمد خامنه‌ای بر سر جانشینی آیت الله روح الله خمینی متوجه هاشمی رفسنجانی کرده، با اشاره به نقش ایشان در انتصاب علی خامنه‌ای به سمت رهبری جمهوری اسلامی آمده است، آقای سید محمد خامنه‌ای احتمالاً به عنوان مرده‌ای در میان زندگان آن روز، منظور روز انتصاب علی خامنه‌ای به رهبری، را از تقویم عمر خیش کم کرده بود. در انتهای این جوابیه که به امضای مسئول دفتر آیت الله هاشمی نیز رسیده آمده است و کلام آخر این که چرا کسانی که در جریان تصمیمات انقلاب دفاع مقدس، توطئه‌های ریز و درشت ضد انقلابیون و منافقین در این کشور هستند، در این گونه موارد که بدیهیات انقلاب تحریف و تخریب می شود سکوت کردند. البته حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی کلام آخر نگارنده جوابیه دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی را بی‌پاسخ نگذاشته و در یک مصاحبه اختصاصی با روزنامه جمهوری اسلامی به سردبیری مسیح مهاجری گفته است این جسارت به ساحت حضرت امام است که بگوییم ایشان در جریان امور کشور قرار نداشتند. سید مهدی طباطبایی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران در این گفتگو به مصاحبه اخیر سید محمد خامنه‌ای با نشریه رمز عبور وابسته به دولت محمود احمدی نژاد در مورد ماجرای مکفارلین واکنش نشان داده و گفته است بنده زودتر از هر کسی از قضیه آگاه شدم. همان روزی که این افراد وارد کشور شدند به حضور آیت الله هاشمی رسیدم و از وی در این باره سوال پرسیدم. خب بنده در آن زمان نماینده مجلس بودم. آقای هاشمی رفسنجانی تنها یک کلمه پاسخ دادند و گفتند امام در جریان امر قرار دارد. خیال شما راحت باشد. وقتی که گفتند امام در جریان هستند بنده دیگر پیگیری نکردم و آرام شدم. وی سپس با تاکید بر اینکه آیت الله هاشمی به مانند قلمی در دست آیت الله روح الله خمینی بود گفته این جسارت به ساحت حضرت امام است که بگوییم ایشان در جریان امور کشور قرار نداشتند. سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی هم در مقاله‌ای با این عنوان نزاع محمد خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی به نفع چه کسانی است آورده است کسانی که با آیت الله بهشتی اهانت می‌کنند هدفشان اهانت و توهین با آیت الله روح الله خمینی و دو قطبی کردن فضای جامعه است، چرا که محمد خامنه‌ای در بخشی از اظهاراتش اتهاماتی را متوجه آقای بهشتی کرده بود. در ونسای این کشمکش ها حجت الاسلام رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و عضو جامعه روحانیت مبارز در مراسمی در جمع اعضای مؤتلفه اسلامی با تاکید بر این که کسانی هستند که سخنان آیت الله خمینی را تحریف می کنند و راه وی را به گونه دیگر معرفی می کنند گفت
امام در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد بعد از من هر سخنی را از قول من قبول نکنید. تنها سخنانی که در خط من بوده و یا فیلم از آن وجود دارد را بپذیرید. اگر در پایان این مجله بخواهیم به چرایی دلایل بیان این قبیل اظهارات علیه چهره‌های سرنوشت ساز انقلاب سال 57 بپردازیم، تنها کافی باشد اندکی به نام نشریه‌ای که اخیراً اقدام به انتشار چنین مصاحبه‌ای کرد با عنوان رمز عبور تأمل کنیم. به نظر می‌رسد جریانی در داخل هرم سیاسی قدرت در صدد فراهم آوردن زمینهای لازم برای به چالش کشیدن فلسفه سیاسی آیت الله روح الله خمینی است. همانطور که در سالهای اخیر حملات سازمان یافته‌ای در سطح حوزه‌های علمیه تحت عنوان کرسی‌های آزاداندیشی نقد فلسفه و عرفان با به چالش کشیدن دیدگاه‌های نظری و فرضیه‌های عرفانی آیت الله خمینی در تلاش است تا فضا را برای حمله به بنیادهای نظری بنیانگذار حکومت جمهوری اسلامی در ایران باز کند. از مجموعه تحولات اخیر و جنگی که در رأس هرم سیاسی قدرت به چشم می‌خورد، به نظر می‌رسد عده‌ای در تلاشند تا با اتکا به بخش‌هایی از اهرم‌های سیاسی قدرت زمینه را برای عبور از فلسفه سیاسی آیت الله خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی باز کنند. اما پیش از آن لازم است تا با به چالش کشیدن ابعاد دیگری از شخصیت ایشان، به گفته مرحوم آیت الله منتظری که در مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌های فارسی زبان در سال 85 گفته بود آیت الله خمینی آدمی بود که خیلی ابهت داشت. آیت الله خمینی هم آدمی بود خیلی ابهت داشت. بله، همینطور که آیت الله منتظری در این مصاحبه اشاره کردن، به نظر میرسد عده‌ای در تلاشن تا با انتقاد به دیدگاه‌های نظری آیت الله روح الله خمینی در باب فلسفه و عرفان در ابتدا و سپس حمله به شخصیت‌های اصلی انقلاب اسلامی سال 57 ابهت روح الله خمینی را بشکنند و راه را برای عبور و نقد نظریات و فلسفه سیاسی آیت الله خمینی فراهم کنند. به همین دلیل بهترین تعبیری که می توان برای عملکرد این بخش از هرم سیاسی قدرت به کار برد استفاده از همان رمز عبور است. از اینکه با ما همراه بودی نهایت سپاس و تشکر را دارم. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود. در هفته که گذشت جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در بیانیه از درخواست مهدی کروبی مبنی بر برگزاری دادگاه علنی و یا رفع حصر حمایت کردند. چندی پیش آقای کروبی در پیامی به علی مطهری نماینده تهران در مجلس از وی خواسته بود تا پیگیر وضعیت حصرشان باشد. در آن پیام آقای کروبی بر موضوع رفع حصر یا برگزاری دادگاهی علنی تاکید نموده بود. خبرها حاکی است که روز یک شنبه 23 آذر 93 حدود 100 نفر از کارگران شرکت‌های چهارگانه سرمایه‌گذاری سبز در اعتراض به وضعیت نامشخص مطالبات مزدی خود در محل این شرکت تجمع کردند. پرستاران در تجمع روز دوشنبه 24 آذر 93 مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری علاوه بر طرح مطالبه اصلی و قدیمیشان در ارتباط با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری
خواستار توجه به کمبود نیروی پرستار در بیمارستان‌ها و بخش‌های مختلف کادر پرستاری شدند. گروهی از کارگران نقاش شاغل در منطقه ویژه عسلویه می‌گویند که حدود 2 هفته پیش بعد از آن که به 4 ماه تأخیر در پرداخت دستمزدشان اعتراض کردند، وادار به امضای برگه تسویه حساب و اخراج شدند. شماری از کارگران کارخانه صنایع بهداشتی یاس خرمشهر به دلیل آنچه تداوم بیتوجهی کارفرما به پرداخت مطالبات صنفیشان خواندند، صبح روز سه‌شنبه 25 آذر 93 بار دیگر مقابل ساختمان فرمانداری خرمشهر تجمع کردند. غلام حسین فلاحتی مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان گیلان میگوید با وجود آنکه حدود 60% کشاورزی این استان بر دوش زنان است، اما زنان کشاورز از هیچ حمایت اجتماعی برخوردار نیستند. مهدیه گلرو فعال سیاسی اجتماعی که بیش از 50 روز است به خاطر اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان در بازداشت به سر می‌برد، به سلول 2 نفره منتقل شده است. بنا به گزارش‌های رسیده، سعید حسنی فعال ملی مدنی به دلیل ممانعت از حضور در دادگاه بازداشت شد. یک دستگاه موتورسیکلت که صورت خود را پوشانده بودند روی صورت یک دختر در تهران اسید پاشیده و متواری شدند. این حمله بعد از ظهر دوشنبه 24 آذر در حوالی خیابان سازمان برنامه روی داده است. آن سوتر خواننده زیرزمینی رپ که به نام حسین ابلیس شناخته می شود در عملیات مشترک پلیس امنیت عمومی و امنیت اخلاقی خراسان رضوی دستگیر شد. دادگاه تجدید نظر استان تهران با رد درخواست تجدید نظر محمد رضا عالی پیام متخلص به حالو محکومیت 15 ماه حبس این شاعر و طنز پرداز منتقد را تأیید کرد. آقایان کوروش سلیمانی و عادل شیرجنگ، خانمها آیدا ایزدی و میترا گودرزی و آنا معصومی از مربیان عرفان حلقه از دستگیر شدگان روز جمعه 14 آذر ماه در جزیره کیش هستند. دست کم 7 نفر دیگر از مربیان در این جزیره در لیست سیاه عوامل اطلاعات برای دستگیری قرار دارند. 3 شهروند بهایی ساکن ارومیه به فاصله چندین روز از یکدیگر جهت سپری کردن دوره محکومیت خود راهی زندان مرکزی این شهر شدند. روز دوشنبه 24 آذر ماه صدها تن از شهروندان و پیروان عرفان حلقه با تجمع در مقابل زندان اوین و کانون وکلای دادگستری خواهان آزادی محمد علی طاهری بنیانگذار این گروه شدند. ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی زندانی در زندان رجای شهر کرج به 1 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شده است. محمد موسوی بجنوردی عضو مجمع روحانیون مبارز و رئیس دایره المعارف بزرگ اسلامی روز دوشنبه 24 آذر ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به فرمان 8 ماده آیت الله خمینی گفته که بهائیان حقوق شهروندی ندارند و از حق تحصیل آزاد هم نباید برخوردار باشند. روز چهارشنبه 26 آذر ماه 4 شهروند بهایی ساکن مشهد به اتهام تبلیغ علیه نظام به واسطه تبلیغ آیین بهایی در دادگاه انقلاب این شهر محاکمه شدند. قرار است حکم این افراد طی هفته‌های آینده اعلام شود.